نفر اولش به خاطر پول وارد مجموعه شدن، ولی وقتی اومدن با اولین تغییری که تو زندگیشون اتفاق بیفته خیلی طول نمیکشه که موندگار بشن. سرهنگ بهت گفت بیا یه خودت اومد. سرهنگ مگه بهت نگفتم پاتو از این ماجرا بکش بیرون؟ مگه بهت نگفتم خطر داره؟ من برادرتم فقط یه چیز ازت خواستم، ازت خواهش میکنم تو پاتو از این ماجرا بکش بیرون. مصاحبش نشین، دوستش نشین، به من گفته شرکت دوستای آزاد داد تو برم به شما. آهل مردم، من تو آخر آمیانی چیه میکنم؟ تو از اعلام من شمده، تو را به خدا ارتباطه. اما چیزی که این بار فضا رو ملتهب تر میکنه خوشبوده یک خانواده پلیس نمیده. باید ببینیم این خانواده در مورد حکم قصاص که یک حکم بسیار شدید اما به گفته مسئولین قضایی ایران حکمی شرعی و قانونی است، از خود رأفت اسلامی نشان میدن. این فیلم تا الان 2 میلیون بازدید کننده داشته که شریف پرش رو بگیم. من باید جواب بدم؟ لذت کارامو میبری؟ اینکه تازه چیزی نیست. تحقیدم کردم اگه هر چی بزنم بعدای سر دخترم میارم. سلام رئیس. سلام. خیر باشه. دو تا خبر دارم برات، یه خبر خوب یه خبر بد. جسارتا خبر خوب اول بگید. باراک آزر شده حرف بزنه، البته فقط با تو. خوب. خبر بدم اینه که راننده دیشب توی زندان کشته شده. پس درست حدس میزنیم. بله. بدیش اینه که الان هیچی تو دستمون نیست، فقط یه چهره نصف نیمه از یه مسافر بغل دستیش، 50 تومن پول که نمیدونیم از کجا رسیده، حسابش هم پاک بود. الان من چیکار کنیم رئیس؟ هرچی از توی زندان میگذره دنبال قاتلشم. بچه ناراحتم اینه که آدم اون از دست دادی. بریم ببینیم این آقا بارکا چی داره برامون بگه. گفته بودی میخوای منو ببینی. وقتی آدم بیمه ممنوعه رو به رضوان خدا ترجیح داد یا بی‌پناه شد، درد شد، مرد شد تو دنیای فانی، دنیای پر از وحشت و خشم. 40 سال تموم از شب تا صبح، از صبح تا شب اشک ریخت. تا خدا کلمه توبه رو بهش یاد داد. زمانه رو دوست داشتم، ازش خواستگاری کرده بودم اما اون قبول نکرد. خیلی گذشت و فهمیدم بگه از شو کردم، بهش تجاوز کردم. کدوم شاگردت؟ شمسی پور؟ سمانه رو دوست داشتم، ترا علاقه دنیای من بود، تنها چیزی که هیچ وقت نمیتونستم بذارمش کنار. جواب منو بده، پرسیدم شمسی پور بود؟ شمسی پور اهل این کارو نبود. همه اینا
زیر سر کامرانه. کامران؟ کامران دلیری. اون اوائل خودش وارد کلاس های خصوصی میکرد، یواش یواش با همه تر دوستی ریخت، حمایت های مالی رو اون به ما میرسون. همیشه میگفت داره برم پر از آدم های پول داره که به مکتب ما علاقه دارم. خب به منم ربطی نداشت، من کاری نداشتم به این چیزا، فقط حدس میزدم دلیری باید به یه جایی خارج از کشور وصل باشه. ما رده حسابی که برات پول واریز میکرد و گرفتیم، به اسم میترا دلیری بود، یه هویت جعلی. اصلا همچین شخصی وجود خارجی نداره. هنوزم معتقدی توطئه‌ای در کار نیست؟ عکسی از دلیری نداری؟ میتونی تصویرشو برامون شناسایی کنی؟ سمانه هیچ وقت بهش روی خوش نشون نمیدم. دلیری هم همیشه ازش متنفر بود. میفهمم سواله چرا جلو شاگردای من این کار کرد. خودت چی فکر میکنی؟ میخواستم مطمئن شه تو هم با خبر میشی. استاد امیدوارم یه روز شهامت اینو داشته باشی به شاگردات واقعیتو بگی. عکس دلیلی قربان. ممنون. بفهمید.
سلام، خسته نباشی. فیلمای بازجویی زارب، اون دختر خانمی که باهاشون بوده و راننده، موجوده؟ خب یه درخواست اداره بدین زودتر به دست من برسه. ممنون. میخوام زارب رو ببینم. نه تو زندان، نه همینجا تو اداره. بله، آزاد رستمی. چون داری میری؟ بله، دارم میرم دانشگاه، فقط دانشگاه. به اون شوهرت هم ساعت 11 زنگ زد بهش بگو فقط رفته دانشگاه. نه دیگه با سرهنگ مصطفی صحبت میکنم، نه پیگیر فیلم های تصادفم، نه پیگیر خانواده اون راننده، فقط دانشگاه. باشه سارا جان، حالا چقدر ناراحت میشی؟ ده من که میدونم تو واسه چی اینجایی، شدی مامور مخصوص حاکم بزرگ. وا سارا، ببین از تو هیچ دلخوری ندارم، ولی این شواره دیگه شورش رو در آورده. سارا جون، خب سعید نگرانته، بهش حق بده، فقط تو ماما براش موندید. سعید نمیفهمه من چی میکشم، تو هم نمیفهمی، هیچ کس نمیفهمه. نمیفهمی پدر یه دختر یعنی کو، وقتی نداره دیشه کار داره توی کبیر زندگی میکنه. سارا جون، من که میفهمم، اینو 25 سال میفهمم. عزیزم معذرت میخوام، اصلا نمیخواستم ناراحتت کنم. ببخشید عزیزم. خواستگارت سمشتر از اونی که فکر میکنی، حسابی پیگیرت کنم. من فقط گفتم که یکم به هم زمان بده. خواهری سر زده به من میگی سارا چرا ما رو رد کرد؟ با اگه ردشون نکردم، گفتم به هم زمان بدین تا فکرام بکنه. پس مثبته، مبارکه. نه یعنی منفیه. عزیزم دانشگاه دارم، دیرم شده. خب میخواب لباس بدوزیم. قربونت برم، دیرم شده. بعدم خدافز. خدافز. سلام عزیز دلم، خوبی؟ اینجا جات خوب هست؟ غذاشون چطوره؟ چرا هفته پیش اومدم ملاقات نیومدی ببینمت؟ خواهت هم که یه زنگ نمیزنی، یا همین زودی بی معرفت شدی ما رو فراموش کردی؟ ازاد حرف بزن دیگه، دلم برای صدا تنگ شده. آزاد جانم، نمیذارم ادامت کنن مادر. انقدر میرم در خونه مادرش، انقدر التماسشون میکنم، انقدر بهشون میگم روسیاهشونیم، میتونیم اشتباه کردیم. و دلش به رحم بیاد و ببخشد. مامان جان، مامان من نمیخواستم بکشمش. معلومه، میدونم تو اینو به من میگی. منو باور میکنی؟ معلومه که باور میکنم. این چه حرفی که به من میزنی؟ تو بچه‌می، خودم بزرگت کردم، من تو رو از تو هم بهتر میشناسم. مامان جونه، مامان برام دعا میکنی؟
نمیدونم لیاقت دارم صدام به گوشش برسه یا ولی مگه میشه یه مادر توی این شرایط بچهش دعا نکنه؟ توکل کن به خدا، من رضایت میگیرم ازش. ببخشید که اینو اذیتت بکنم. تو هم ببخش اگر مادر خوبی نبودم. بله بفرمایید. سلام، با من کاری داشتیم؟ سلام، بله بیا کارت دارم. جواب تحقیق از پلیس فتا گرفتم. فیلمی که از جلوی خونه مادر رضایی گرفته شده یکی با موبایل گذاشتتش تو اینترنت، به اسم این خانومه، آدرسش هم زیرش نوشته شده. چشم، بس موفق باشی. سلام، سروان محبی هستم از نیروی انتظامی. چیزی شده؟ باید به خانم منیجر رودسری صحبت کنم. بنده همسرشون هستم، بفرمایید. اگه اجازه بدیم باید به خودشون حرف بزنم. الان خونه نیستم. این شماره به نام خانومتونه؟ بله. چطور؟ کی برمیگردن ایشون؟ واقعا اگه چیزی شده به من بگی. اگه میتونید باشون تماس بگیریم بگین زودتر تشریف بیارن. چند تا سوال در مورد همین شماره است. باشه، من باشون تماس میگیرم. ولی جناب سروان نمیدونم ربطی به این موضوع داره یا نه، ولی هفته پیش گوشی خانم منو دزدیدن. دزدیدن؟ بله. دقیقا چه روزی؟ پنجشنبه پیش. البته شکایتتون رو به کلانتری اعلام کردیم، همکاراتون در جریانن. منتها چون فردا جمعه بود نمیشد کاریش کرد. خانومم شنبه رفت سیم کارت سوزوند و یه سیم کارت جدید گرفت. گزارش شکایتمون تو کلانتری موجوده. ولی حقیقتش فرصت نشد بریم آگاهی رو پیگیری کنیم. خانوما رو هم که خوب می‌شناسیم. گوشی نداشته باشن انگار یه چیزی گم کردن. خانم شما سارقو دیده بود؟ نه، فقط گفت یه موتور سوار بوده که کلاه سرش بوده. همینجا سر خیابون. رفته بود خوشویی. تلفنی داشت با من صحبت می‌کرد که یهو گوشیشو دزدیدن. اونی که آدرس خونه رضایی به مادر آزاد داده هم موتور سوار بوده. البته چهرهشو فقط مادر آزاد دیده. به بچه ها بگو بیشتر مراقب موتور سوارا باشن. بگو خیلی حواسشون جمع کنن. بله قربان. مطمئنن اگه مادر آزاد بازم بره خونه رضایی موتور سوار هم اونجاست. بله. سلام. طبق دستوری که داده بودین آزاد رستمی رو آوردن تو اتاق بازجویی. چه خوب، بریم. سلام. سلام. میدونی واسه چی آوردیمت اینجا؟ نه، من هرچی بوده به همکاراتون گفتم، چیزی دیگه ندارم واسه گفتن. میدونم، فیلمای بازجویی رو دیدم، هم تو همون خانم هم راننده. نکنه فکر میکنی من عمدن این کار رو کردم. به خدا من اصلا نمیشناختمش. هیچ کدوم از ما همچین فکر نمیکنیم. همه ما میدونیم اتفاق بوده، یه اتفاق خیلی تلخ. اون کسی که تو به قتل رسوندی همکار من بوده، کسی که هر روز میدیدمش. شرمندم، میدونم خیلی دیر شده ولی
شرمندم. آره خیلی دیر شده، خواستم اینجا باشه شاید بتونی به این پرونده کمک کنی. اگه به این پرونده کمک بشه به خودت کمک میشه. من کمک کنم؟ غیر از حرفایی که تا حالا زدی چیزی نمونده که بگی؟ نه من هرچی بوده رو گفتم. ببین آزاد رستمی، نمیدونم خبرات تا چه حد بهت رسیده، ولی این اتفاق به طرز عجیبی رسانه‌ای شده. همه خبرنگارهای داخلی و خارجی دارن در موردش حرف میزنن. من خواستم اینجا باشی شاید بتونی به هر دوی ما کمک کنی، شاید چیزی واسه گفتن داشته باشی، شاید یه چیزی که یادت رفته یا اینقدر برات بی‌ارزش بوده که تا حالا نگفتی. من نمیدونم چرا این قضیه همه جا پر شده. هر روز داره تو این دنیا کلی اتفاق میفته، ولی چرا ماجرای من باید بزرگ بشه؟ به خودم هم بی‌تقصیرم. میدونم بی‌تقصیری، ولی ترجیح دادم شریعتو برات تشریح کنم. تو ذاتاً آدم پرخاشگری هستی؟ یعنی اهل دعوا، درگیری؟ مادرت که میگفت خیلی آرومی، سوء سابقه هم نداری؟ خدا اصلا من اهل دعوا نیستم. اون روزم کلش یه اتفاق بود. رفتار تو اون روز با اون خانم اصلا اون اول تهاجمی بوده. متوجه منظورتو نمیشم. دنبالش راه افتادی، سر صدا کردی، رفتی، در ماشین رو بستی، به راننده گفتی بره. اینو یعنی چی؟ اینا رو قبول نداری؟ بله قبول دارم، ولی دیگه حرفی برای گفتن ندارم. باشه، فقط اینو بدون تو این شریعه تنها کسی که میتونه بهت کمک کنه خودتی. نظر بگیر، اگه سوژه مورد نظر دیدی فوراً دستگیرش کن. دریافت شد، حتما. علی الان گزارش کرده چی کار کنیم؟ دوباره همونا؟ جواب نده، یه بار دیگه زنگ بزنه زنگ میزنم به پلیس. ای بابا الو، سلام، خسته نباشید. یه خانم اومده دم در خونه ما مزاحممون میشه. بله، دم در خونمون. یه خانم هست با دو تا بچه کوچیک. سلام. سلام خانم. قضیه چیه؟ آره من از ایشون شکایت دارم. ایشون کارش اینه که هر روز بیاد اینجا دنبال رضایت گرفتن. بابا ما تو این محل آبرو داریم. خانم جان،
الهی خوربونت برم، دردت به سرم بخور، به خدا من قصد مزاحمت ندارم. حالا که داری میشی. موضوع رضایت چیه؟ من مادر مرحوم رضایی هستم، همون همکارتون که تو درگیری کشته شد. ایشون هم مادر زاربه، من اصلا از ایشون هم شکایت دارم. عرض ادب خانم رضایی، تسلیت عرض میکنم. بله در جریان هستم. ببینید خانم، الان من میتونم شما رو به دلیل داشتن شاکی خصوصی بازداشت کنم. تشریف میبرید یا بگم مأمور خانم بیاد؟ اون موقع تو در سر بیشتری میافتید. من مادرم خانم. منم مادر بودم، ولی الان پسرم مرده. یعنی اگر پسر من بمیره پسر شما زنده میشه؟ نه، ولی پسر مادرهای دیگه نمیمیرن. شما چه فکری کردی خانم؟ یعنی شما فکر میکنی اگه پسر من آزاد بشه داره میامده تو شهر بچه های مردمو میکشه؟ شما چی توی من رو زیادی دیگه راجع من اینطوری فکر میکنی؟ 6 سال شوهرم اینه یه تیکه گوش کنار خونه افتاده و با پول رانشوری اینا رو بزرگ کردم. شما اگه نمیخوای رضایت بدی نده، ولی خون به جگرم نکن، خدا رو خوش نمیاد. من یکی و تنها بچه ها بزرگ کردم، جشن بیرم سر، من دیگه وظایف این خانواده نمیشم. قرار من باشه پای چوبه ای دار. رفتم سر قبر پسر، خیلی باهاش حرف زدم، اون دنیا میتونین ازش بپرسین. شما اگر رضایت نمیدین به خاطر پسرتون نیست، به خاطر دل خودتونه. اگر نبا کشتر پسر من پسر شما زنده نمیشه. فقط میخوام ازتون یه خواهشی بکنم، دیگه آخرین خواهش همه، قبل از اعدامش فقط یه بار برو ببینش، به خاطر پسر خودت برو ببینش. قربان تموم شد، خبری هم از سوژه مورد نظر نیست. علی جان کماکان هوشیار باش، چند نفر از بچه ها رو فرستادم تو موقعیت. از موقعیت دور بمون، ولی همونجا بمون، نزدیک نشی. یا ببین رفیقون داره چی کار میکنه؟
جان فکر کنم منتفیه. و یه ساعت داره دور خودش میچرخه. بعید میدونم خبری باشه. وایسا این برای جای خبرهاییه. اینا همش یه سری برنامه از پیش تعیین شده است. ما خیلی وقت درگیر این مسائلیم. همه خاطرات زندگی من ذهنم پاک شده به غیر از اتفاق اون روز لعنتی. میخوام ببینمش. کیو؟ همونی که پسرم ازم گرفته. ارسلان شمس سرکرده و رئیس باندی که پدر خدا بود. آروم میگیره دل من به